ژینوس نعمت محمودی، اولین بانوی هواشناسی در ایران. دوست عزیزم سلام، شما به مجموعه پادکست های تاریخی در چنل پرشیا پادکست گوش میدین. در این چنل داستان های ممنوعه، جذاب، پرمحتوا و نایاب تاریخی رو با شما به اشتراک میذاریم. با ما همراه باشید. ژینوس نعمت محمودی اولین زن ایرانی است که توانست ریاست سازمان هواشناسی کشور را عهده‌دار شود. او سال 1308 در تهران به دنیا آمد. مادرش کماله اجزاچی معلم بود. پدر او عباس نعمت نیز تحصیل کرده بود و به عنوان بنیانگذار گراورسازی ایران شناخته می شود. عباس نعمت دستی هم بر نشر و روزنامه داشت. آن زمانی که حکومت در اختیار رضا شاه بود، پدر ژینوس توانست امتیاز نشر مجله تهران مصور که بعدها با عنوان تهران مصور ادامه پیدا کرد را دریافت کند. ژینوس در این خانواده اما عاشق کوه‌ها و ابرها بود و به جستجوی علم در دل طبیعت رفت. او چنان به البرز دلبسته بود که آرزویش ایجاد بزرگترین گنجینه‌های آسیب ناپذیر علم و تمدن بشر در آن بود. ژینوس می‌خواست تمامی مدارک علم و تمدن، یعنی آثار تمدن‌های باستانی و حیوانات و موجودات ما قبل تاریخ را در قالب تصاویری میکروفیش و میکروفیلم وار همه فروم‌ها و کشفیات علمی، نوارهایی از صدای بعضی شخصیت‌های علمی و تاریخی را در آن گنجینه جمع‌آوری کند. زیرا باور داشت اینکه ما حافظ و وارث همه علوم جهان باشیم بسیار برازنده ایران است. تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه و ادامه آن در رشته هواشناسی و تخصصی که ژینوس در این خصوص پیدا کرده بود، به همراه شخصیت آرام، بزلگو و مقتدرش پله‌های ترقی علمی را به روی او گشود، تا آنجا که تنها شخص مورد اعتماد محمد رضا شاه پهلوی در امر هواشناسی شد. او با شغل‌هایی چون پیشبینی هواشناسی و تدریس تئوری آن برای دوره‌های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا شروع کرد و رئیس اولین مدرسه عالی هواشناسی شد. آخرین پستی که ژینوس عهده‌دار آن بود، ریاست سازمان هواشناسی بود که در آن زمان شاخه‌ای از وزارت جنگ شناخته می‌شد. در واقع ژینوس معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت و هم پایه سرلشکر به شمار می رفت. به همین دلیل به عنوان نماینده ایران در کنفرانس های بین المللی شرکت می کرد. عشق او به هواشناسی و هر آنچه به کوه و دریا و باد مربوط بود در پست های اداری خلاصه نمی شد. او برای اولین بار در ایران به تحقیق و پژوهش در استفاده از اشعه آفتاب برای مصارف حرارتی پرداخت و مقدمات این بهره برداری را فراهم کرد. ژینوس همچنین سرپرستی و تهیه اطلس اقلیمی ایران را نیز عهده‌دار بود. او در کنار مشاغل اداری و مسافرت‌های کاری که به نقاط مختلف ایران داشت، پیگیر حقوق برابر برای زنان نیز بود. ژینوس عضو انجمن زونتا زنان تحصیل کرده در امور صلح و رئیس انجمن صلح دیهیم بود و ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی را هم بر عهده داشت. در همین زمان هوشنگ محمودی اولین تهیه کننده و گرداننده برنامه‌های کودک و تهیه کننده فیلم‌های مستند پا به زندگی ژینوس گذاشت. مردی که زندگی با او سه فرزند به همراه داشت به نام‌های آریانا، مونا و آرتین. اما انقلاب 57 نه تنها باعث محرومیت او از کار شد، بلکه شوهر و در نهایت حیات او را نیز گرفت. ژینوس و هوشنگ پیش از انقلاب
فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده بودند، اما در پی انقلاب 57 و روی کار آمدن حکومتی مذهبی، مدارج علمی این زوج برای حکومت جدید بی ارزش و تنها مذهب آنها مهم جلوه کرد. ژینوس به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی کار خود را از دست داد و به همراه همسرش زندگی مخفیانه ای را آغاز کرد. اما در مرداد ماه 1359 هوشنگ محمودی ناپدید شد و دیگر اثری از او یافت نشد. سالهای اول انقلاب با اعدام بهائیان همراه بود. اعضای محافل محلی و ملی ناپدید و یا بازداشت می شدند و گروهی نیز اعدام می شدند. در این میان ژینوس به عضویت محفل ملی ایران درآمد و در پی آن رئیس محفل روحانی ملی شد. او در 23 آذر 1360 در منزل یکی از اعضای جامعه بهایی پس از نشست محفل ملی، در حالی که پاسداران خانه را محاصره کرده بودند، بازداشت شد. ژینوس در ایران یک سال و نیم پس از ناپدید شدن شوهرش و دو هفته پس از بازداشت، بدون اطلاع خانواده و هیچ سند معتبری، در تاریخ هفتم دی ماه 1360 اعدام شد. خانواده او چند روز بعد توسط یکی از مسئولان زندان اوین به شکل غیر رسمی از این خبر مطلع شده و توانستند آرامگاه بنیانگذار هواشناسی ایران را در کفرآباد بهشت زهرا پیدا کنند، در قبری گمنام. روحش شاد و یادش جاودان. اگر مسلمانی در آمریکا یا در آفریقای جنوبی یا در هر نقطه عالم خصوصی که مورد اعتماد شخص و اطمینان شخص و اعتماد شخص مشکل خودشو آنچه در قلب داره منویات قلبی خودشو بیان بکنه، اون شخص و جاسوس و مخالف دولت قلم داشته. به هیچ وجه این اتهامو نمیشه بر همچین شخصی وارد آورد. از اول انقلاب آقایون بدون شک به خوبی اطلاع دارند، بهائیان در سر تا سر ایران مورد هجوم، سوزاندن منزل، از کار اخراج شدن و از بلد نرد شدن در سر تا سر ایران بوده و بیش از هزاران هزار تلگرام و نامه به اولیای امور عرض شده و تقاضای رسیدگی و جلوگیری از این مظالم شده و به هیچ کدام از این مظالم و به این تعبیات توجهی نشد.